شام خونه عمم دعوت بودیم، میخواستم بگم چه مرغ خوشمزه شده عمه، گفتم چه عمه خوشمزه شده. سلام بچه ها، امیدوارم کانالتون حسابی خوب باشه. آرش کمانگیر هستم، به کانال یوتیوب خودتون حسابی خوش اومدی. امروز یه مهمون ویژه داریم، شاید بشناسینش، نمیدونم، من میگم مادر یوتیوب فارسی. آنایتا دوست عزیزم، سلام. من آنایتا هستم، به کانال آرش خوش اومدین، به کانال خودتون خوش اومدین. فرق نمیکنه، واسه من واسه شماست، واسه شما واسه منه. جان دیروز تو اینستاگرام خودم یه سوال کردم، چون معمولا از بچه‌ها سوال می‌کنم، اینو ویدیو می‌گیری. خنده‌دارترین اتفاقی که توی دوران عید واسهتون افتاده تو دیده بازی این حرفا، واسه من بنویسید. حالا یه وایس بذارید که خیلی بهتره، و اینکه تکست بنویسید. بریم اینا رو با هم دیگه نگاه کنیم. گفتم حالا چه بهتر تو هم بیاید به عنوان میهمان ویژه و با هم دیگه ببینیم. از اونجا که دیگه میگن لیدیز فرست، اولیا میگه آنایتا بخونه اولین خاطره رو. سکسیس شد. بفهم. دستم زخم شده بود. شوهر خالم گفت درد و بلاد بخوره تو سر رهبر. منم فکر کردم میگه بخوره تو سر بخوره تو سرم. گفتم خدا نکنه. آه دست شما درد نکنه. خب این چیزا پیش میاد دیگه بابا، تو حالا هوایی دیگه زیاد چیز عجیب غریبی نبود. ببینم خاطره بعدی رو بخونم. آره ببینم بعدش چجوریه. داشتیم پاسور بازی میکردیم، بچه فامیل من وسط رد شد و تا 2 ساعت داشتیم میخندیدیم. خیلی دوست دارم. چند سالش بوده؟ چرا باید بگو اینطوری؟ خب بچه فامیله دیگه، بچه فامیله. چند سالشه؟ مثلا درد 6 7 سالشه دیگه یا 8 سالشه؟ خب 6 7 ساله نمیشه خدای. واو، همش میگه شیشه شکم زدی مگه تو که میدونی؟ مادر یوتیوب فارسی. نه با دورم پر بچه هست خدای، 3-4 سال همون هم نمیبوزن. ما خیلی با کلاسیم. آدم های 60 سالاش هم 50 سالاش هم این حرکت رو میکنن، از بچگی به ارث بردن. اینا تو خونشون دارن بعضی ها، میدونی؟ نه خب آخه ببین، این از کجا داره میاد؟ از تو دل و روده و اینا داره میاد دیگه. بعد خب. بعد از هوا که نمیاد، غذایی که میخوری پروسس میشه هضم بعد از هضم. حالا خروجی میتونه هر چیزی باشه. بعضی از غذا هستن که خیلی زیاده نفخشون، و بعضی آدم هستن که دل و روده شون نفاخه. اونا هرچی بخورن خب تولید میشه. نه هرچی بخورن نیست، میکنیم هرچی بخورن نیست، غذاهای خاصی که خیلی بدتر از بقیه هست. سوسیسه. بهترین غذایی که نفت نداره اصلا چیه میتونی بگی؟ ماکارونی، برنج، سیب زمینی. برنج، ماکارونی. ماکارونی هم خیلی نه، چون ماکارونی تو مواد ماکارونی تخم مرغ هست. اینه که بدی. همون روبوسی اول خود تنزه، نمیدونی از چپ شروع کنی یا راست. راست میگه صفیر، از جو دوتایی میری راست، دوتایی میری چپ. این از قدیم و ایام بوده، یعنی هیچ کیست که با این قضیه مشکل نداشته باشه. بعد خیلی وقتی این وسط ها یه اتفاقایی میفته، تو بین 2 و 3 که شک میکنی یه میری وسط. تازه شروع هم که کردی فهمیدی چپ و راست، نمیدونی دوتا یا 3 تا، یارو دوتا کرده میره عقب، بعد تو واسه سومی میری جلو. تو خود واسه چند بار این پیش اومده این قضیه؟ 100,000 بار. خیلی. آره. اصلا نمیدونی یارو واسه دست میدی میخواد بری از اون نری. یه بار واسه همیشه بیان این قانونو بسازن. آقا این همه قانون تصویب میشه. آره. بگم بوس نوروزی 2 بار، مثلا 3 بار زیاده، 2 بار کافیه دیگه. آره 2 هم زیاد. اصلا من بوس دوست ندارم. آه. یاره عروسی افتادم، یادت دوماد میومد از سر صف همه رو میبوسید تا آخر، بعد همه رو دست میداد بوس میکرد. قسمت مردونه بود دیگه، مثلا که میومد از اون اول همه رو بعد ماچ میکرد. بابا زنونم همین بود. عروس باید با همه میرفت جلو چیز میکرد. آره عروس دوماد همه رو میبوسید. عروس یه دونه چیز داره، قانون. عروس یه قانون داره، اونم مثلا میگن چون خیلی لباسش سنگینه، آرایش داره، آرایشش خراب نشه، روبوسینا نمیکنن، خیلی چیز کنن، یه ذره اینجوری اینجوری فقط همون دستو بدن کافیه، موضوع رو میرسونه دیگه. بابا نفر بعدی هم همینو گفته، بوس اول و دوم رو رد کردیم، سر بوس سوم جا خالی داد، خیلی بد بود. اوه چجوری جا خالی داره؟ ببین آها بیا، یک دو جفتمون جا خالی داره. تو بیا بوس سومو بده مثلا بعد 2. ببین خوش شد اومد داری بهونه میاری. بوس دو بانه جا خالی بده دیگه. بابا تو بیا، تو نمیا، من میشونستم نری، بخواه سومو فقط بیان. 1 2 تو جا خالی ندیدی؟ خب من عقب هم دیگه، من نیمدم جلو، تو واسه خود رو هوا اومدی جا خالی. تو اصلا ببین همین، من اصلا میترسی اصلا تکون نخورد، همینجوری جا خالی میه چی جا خالی، این جا خالی اینجوری بدی ببین جا خالی. خب نه دیگه، ببین تو بوس اول، بوس دوم،
تو سومی اومدی کله تو اینجاست، من میرم عقب. تو بلد نیستی نقشه تو بازی کنی؟ من بلد نیستم. میخواستم به فامیلامون دست بدم، گفتم کروناست، گفتم یه چه گو خوردنه که من فکر کنم یه اصفهانی داره میگه، مثلا یه چه کک خوردنه که مثلا همچی چیزی خوردنیه منظورش بوده، اشتباه نمیشته. آخه کک خوری، کک خوری مثلا تو اصفهان، مثلا اصفهانی ها خودشون میگن. بله. معنی گو خوری نمیده، همونه ولی معنیش سبکه، انگار که مثلا یه ذره لایت تره، مثلا انگار سبکه. مثلا غلط کردنیه، غلط رو به گوهه. وقتی میخواستم چیزی بخورم بابام هی میزد به من و هی نشکون میگرفت، حق آخ گفتنم نداشتیم. آی بابا این دردناک بود. نه به خشونت، نه به خشونت علیه کودکان. چرا؟ یاد قدیما موز حکم پسر داشت، جوری خیلی خفن بود موز. هرکی که موز بیشترش انگار وضعش بهتر بود. یادته الان اصلا اینجوری آره. چیزی نیست که میگم واسه چند سال پیش، شاید 15 20 سال پیشو دارم میگم. ببین ما مهد کودکمون یه دونه فیلم داریم از مهد، من مثلا 5 سالم بوده دیگه مهد کودک بودم، بعد تو مهد کودک برام میوه موز گذاشته بودم. من یادم نیست این ویدیو رو تو اینستاگرام گذاشتم یه جایی، مثلا همینطوری یکی دید بعد به من گفت اون موقع موز داشتین تو مهد کودکتون. آره برای همین ما بچه بودیم خیلی آره. خفن بود. عموهام اومده بودن خونمون وسط مهمونی، پام گیر کرد لبه فرش، افتادم تو میوه ها. آفرین خواستگار من که اومده بود، هول شدی چرا؟ بله این بعد صحنه شد ببین آدم تا درک کنه. من آره. صحنه‌ای که تو ذهنم تصور میکنم این که اینجوری با صورت رفته قشنگ تو ظرف میوه، انشالله که میوه صفر بوده، مثلا نرفتی توی یه چیز نرمی. بچه رو دیکتاتور نمیذاره کار کنید دیگه. ما میخواستیم با این اینجوری نیستن که میخواستیم بعد بنویسیم خواستیم. ما میخواستیم بریم خونه عمومونا، عمومونا، عمومینا نه، عمومونا نوشته. زنگ زدن گفتم ما داریم میایم اونجا، اون لحظه اینقدر عذاب کشیدم که خدا میدونه. ورق برگشت. خب بعد از چرا بعد عذابش عذابشو چی نوشته؟ قلبم چند تا قلبم گرفته. من خیلی حساسم رو دیکته. قلبم الان گرفته. من واسه منم پیش اومده چند بار خواستیم بریم که اونا یه اومدن خونمون. عذاب بکشی ممکنه شد آماده میخواستن، مثلا ببین آمادگی این که مهمون بیاد نداری، خرید نکردی، خونت مثلا آماده نیست. ما فکر میذارم رواسی هم میکنیم. خب میتونی بگی ما میخواستیم بیایم، حالا که شما میای اشکال نداره، فقط مثلا یه ساعت دیرتر بیای من خونه رو آماده کنم مثلا شما. نه دو سه سال پیش بود عید، خواستیم بریم خونه زندایی مامانم عید دیدنی. بعد فقط ما نبودیم، مثلا خانواده ما بود با خانواده اون یکی زندایی. خب اون یکی زندایی من یه پسر، یعنی دوتا پسر بزرگ داشت. بعد آقا با همدیگه رفتیم خونه اون یکی زندایی، اونا آمدن مثلا جلو ما میوه گذاشتن، آجیل گذاشتن، آجیلشون پرپسته بود. بعد ما شروع کردیم مثلا حرف زدن و نمیدونم آجیل خوردن و اینا. یهو آخرش که شد مثلا چند دقیقه گذشت، خب من دیدم ای وای من همه پسته ها رو خوردم، یعنی هر چی پسته بودی تو ظرفم خوردم. بعد بغل اون یکی پسر زندگی نشسته بودم که با اونش رفتیم خونه. اون که بلند شد دست روشو بشوره یه دستشویی یادم نیست درست، من هر چی پوست پسته بود و ریختم تو ظرف اون، یعنی بغل ظرفو. بعد هرچی پسته تو ظرفمون بود، یعنی همه شو کنم یکم پسته هاشو ریختم تو ظرف خودم که مثلا طبیعی بشه که انگار مثلا اون پسته ها رو خورده، من مثلا انگار هیچ پسته ای نخوردم. بعد که خودشم برگشت از اون تعجب کرده بود، فکر فهمید من چیکار کردم. دو سه سال پیش بود، نمیدونم چرا این کاری کردم واقعا. درود بر تو عوضی. آره بعد میگه فکر کنم طرف فهمید، میگه فکر کنم، خب فهمید دیگه، خوش پسته نخورده. حرفش جالب بود، میگه آجیلش پرپسته بود، پرپسته نشده بود. آره اون پرپسته رو که گفت من فهمیدم داستان چیه. پسته های آجیل شب عیدم داستان زیاد داره. من خودم پسته خورم، پرپسته دوست داری احتمالا. پرپسته دوست دارم، آره پسته دوست دارم. محسوس خودته. از وقتی از افغانستان و ایران خارج شدم اصلا این چه اصلنیه؟ اصلا نفهمیدیم اید چجوری اومد، اید چجوری رفت. تو آلمان هم که خیلی هوا، این هوا و هواه، این هوا و هوا نیستش که. اول بذار خودت خاطرش رو بفهمیم، بعد میرم سراغ دیگه.
این بنده خدا کلا میگه اومده اینجا دیگه تو حال هوای مهاجرت اینا که بوده فکر کنم رسیده آلمان، میگه آلمان دیگه عید دیدنی اینا خبر اسراس میگه کلا آلمان فضاش حال هوای عید نداره. و یکی از تنها بدیاش اینه که به نظرم تو حالا نه آلمان کلا خارج کشور، تو اگه مثلا مثلا تنها باشی خانواده این دور زیاد نباشه خیلی، ولی واسه شون مهم نیست، نمیگم حالا کارشون خوبه یا بده ولی اصلا واسه شون مهم نیستش. آره کلا اینجا حال هوای جور دیگه است، هوای لعنتی. حالا سر غلط املایاش من هیچ چیه کاری ندارم، فقط اون هوای آخرش منو کشته. رفته بودیم خونه عموم چند سال پیش، موقع که خواستیم بیایم بیرون با عموم که دست دادم حواسم نبود، گفتم خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خب چی خدا بیامرزه؟ چرا؟ سوتی داده دیگه. چرا من خودم دست گفتم خدا بیامرزه؟ بابا مثلا به جای اینکه آره بگی مثلا سالت نوتون مبارک بود خدا بیام. ما تعارفمون زیاده تو فارسی. به خدا آدم قاطی میکنه چی بگه. من دیگه مثلا این وقتی میگم که ایشالله که مبارک و اینا همه چیزای خوب و قشنگ، من بلد نیستم هر همه رو خود تصور کن. آلمانی خوب میگه آل سکوت دیگه، همه چی شاملش میشه دیگه، هم عید هم. آره دیدی تو آلمانی هم میخوای مثلا به یکی تبریک چیزی بگی فکر میکنی فارسی باید هی مثلا یه بگی آره این باشه مبارک باشه ایشالله به تفشه چرخش به چرخه ایشالله خیرش ببینی نمیدونم فلان. میدونی تو آلمانی مثلا یه چیزی یک کلمه میگی آل سکوت مثلا اسم کنی کم گذاشتی واسه یارو ناراحت. ولی اینا خوش راضی هم. آره زیاد هم گذاشتی اصلا که بهش مثلا یه وقتی میگی تبریک تبریک میگی تو مثلا یادت بود دمت گرم فلان. عموم به همون نفری 200 تک تومانی ایدی داد، درسته 20 سال قبل بود ولی واقعا خیلی زایی بود این ایدی. 20 سال قبل 200 تومن زایه بوده سال قبل. آره خب موقع ایدی مثلا شاید 1000 تومن میدادن نه؟ دارم فکر کنم 20 سال پیش. چقدر سنمون گذشته که میگیم 20 سال پیش پیرمرد. ببین جوان اون موقع شما کوچولو بودی ولی 20 سال پیش 1000 تومانی شد اینقدر قیمت فکر نکنم 1000 ببین قیمت ها اینقدر میره بالا اصلا آدم نمیسونه. آخه من که خودم از وقتی از ایران اومدم دیگه هیچ وقت بر نگشتم، این یعنی 11 سال من ایران نرفتم. بعد مثلا الان میگن کرای خونمون مثلا 15 میلیون نه نمیدونم 4 میلیون چقدره. آره. من اصلا نمیفهمم، میگم بابا اون زمان مثلا کرای خونه میدادی 300,000 تومان، چجوری الان مثلا 5 میلیون کرای خونه میدین؟ اصلا در میاد مگه این؟ الان همه دارن میخندن. الان مطمئنم شما آره اینا که ایرانن دارن میخندن. خب ولی من هیچ درکی ندارم، برای همه اصلا نمیتونم یادم نمیاد اون موقع چجوری بوده 20 سال پیش. اصلا ایدی فکر کنم همه میدادن مثلا 500 تومان. خدا وکیلت 100 تومن میدم به ایدی. ولی مهم نیست ببین بچه ها در اصل اون تبرک که میگن دیگه اصطلاحا یه عید دیدنی یه چیزی که خرج خونه تو که نمیده بره خرج زندگی که نمیده یه چیزی میده واسه یادگاری فلان. عجیب نبود شاید برای اکثرا پیش اومده بین آلا. دو تا یا سه تا روبوسی نمیدونی معلق می رو هوا اینو مثل که خیلی زخم خوردن و رفتیم خونه داییم ولی درو باز نمی کردن. مطمئن بودی حالا خونه بودن؟ دقیق نبودن خونه ولی اینجوری که نوشته مطمئنه نمی کردن. آره خب بعدش چی شد؟ بقیهش ولی من واسم من از تو درخواستم لطفا بقیهش رو اکسکلوزیو بیا به ما بگو چرا در ماز نمی کردن. اگه بیم داریم میبینی ویدیو رو کامنت بذار بقیهش رو بنویس، من حتما پینت میکنم که بقیه هم بخونه. خونه یکی از فامیلا بودیم، بعد عمه بابام اومدن موقع روبوسی کردن یهو قاضی شد ازش لب گرفتن. خوبه نه لب نگرفتی که، لبشو بوسیدی چرا جو میدی؟ آره لبشو بوسی لب گرفتم بچه با اون لب بوسیدن فرق میکنه. خوب بلدی ها یعنی اون دسته فرصت بوده ببین اینجوری گرفته خوشت اومده. لحظه رو تصور کنیم از طرف عمه نور قرمز و اینا بالاخره از این لب گرفتم. آره عمه پدرش بود، یعنی عمه پدرش بود. یه ذره نمیشه نامحرم طوره. من رفته بودم سری کار، سر کار منظورشه، نمیدونستم امروز نوروزه و سری کار برگشتم خانه سوسماس فهمیدم منظورش چیه. اصلا نمیدونستم امروز نوروزه تو ایران، یا تو ایران بودی یا نبودی. اگه تو ایران باشی میشه نفهمی. آره نه ایران نبوده. من یه بار یادمه که داشتم خرید میکردم، دوستم بود گفت بریم خرید، منم رفتم. مثلا اگه عید مثلا ساعت 12 مثلا ساعت 5 عصر بود، من مثلا صبح رفتم بیرون خرید، اینا طول کشید
کشید. ولی یادم مثلا سه دیگه گازشو گرفتم دستی بکش اینجوری که برسم خونه دیگه، داره عید میشه دیگه، دوست حتما دوستم موقع باشم تو خونه. من اینجا سر چهار فیروسی بود کجا جمهوری بود فکر کنم، اون سمتا داشتن دست فروشا هنوز داشتن میفروختن. خب هیچ موقعی و هیچ صحنه هیچ موقعی نمیده که جلوی شلوارش کشیده بود پایین، زنش واسش اینجوری نگه داشته بود که این داره شلوار نو بپوشه، نیم ساعت دیگه مثلا عیده. باورتون نمیشه این قضیه، هیچ موقع این صحنه یارم نمیره. بابا برو بشین مرد بشین خونت. نه اینا میدونی که لجد چیزشون هم اینه که منطقشون هم اینه که الان لحظه های آخره میتونن حسابی چونه بزنن. کمک کردیم تو خونه تکونی ولی بعدش یه نهار افتادیم. یه کمک کردی خب دیگه نهار هم میخوردیم، چرا دیگه نهار افتادیم؟ حقت بوده داداش. نه نوش جونت. شما نهارم دادن اینجا نه. جز این که توی روبوسی لب به لب شده باشم چیزی یادم نمیاد. یا خدا چه خبرتونه؟ چقدر لب تو لب این ویدیو. چه خبرتونه؟ واقعا چه خبرتونه؟ موقع خدافظی پوشیدن کفشامو طول میدادم تا به هم عیدی بدن، بعد وانمود میکردم حواسم نیست که داره به هم عیدی میده. آره از اون لحظه ای که تو دیگه تصمیم میگیری خانواده بلند میشن که دیگه برن، تا اون لحظه ای که تو ایدیو دریافت میکنی واسه ما تو بچگی چندین سال میگذشت. خلاصه اون لحظه شاید کلا 30 ثانیه بود، 5 ثانیه نمیدونم، ولی لحظه 10 دقیقه میگذشت. خیلی خفن بود تو اون ایدیو میگرفتی، خیلی راحت میشد آخش دیگه میرفتی پایین. نو 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 چطوری پیشون؟ خوبی؟ میکروفون جنگ زن. چقدر چرکه رو نمیبینی چیزی میکنه پشمالو. الان جیش دارم بعدم وایس میذارم. حالا حتما حت بگی خب وایس بذارم. از اونجایی که من حافظم به شدت داغونه، دیشبم مشروب خورده بودم و اینا، دو کار ندارم مستینا من نمی کنم، ولی یادم بود که بهت بگم، یعنی گفتم بذارم دستشوی کنم بیام بعد واسهش وایس بذارم. یه اتفاق خیلی خفن افتاده بود و بودن 20 نفر مثلا بهت بگم خانواده مثلا دعوت شده بودیم یه جا، یادم یه همچین چیزی بود، ولی کامل الان یادم نیست. اون موقع کامل یادم بود، الان یادم نیست. خیلی زیاد خفن بادی بود. خیلی بامزه پاره شده. یه دستشویی رفت شده ورق برگشت کنن یادش رفت همه چیو. آخه اصلا اونجوری میگن مستراح میری اصلا حالت جا میاد، مغزت کار میکنه، یادت نباید بره. با پیرزن فامی روبوسی میکردم که بوس دوم همزمان چرخید صورتمون و اولین بوسم اتفاق. ای بابا اولین بوس زندگیش بوده؟ حتی این دختر بوده؟ آسال بود میرفتیم خونه فامیل برای عید مبارکی، هنگ کرده بودیم دست بدیم روبوسی کنیم، روبوسی میکردیم دست نمیدادیم. آره خب مثلا کرونا این داستان کلا پیش اومده بود دیگه، دست میدادی یا بوس میکردی یا مشت و مثلا بعضی دست میدادن اینجوری میشد، یا مثلا دیده بودی مثلا من اینجوری میکردم اون اینجوری میکرد دیگه، بعد میونه عوض کنیم اینجوری میشد، اون اینجوری میکرد من اینجوری میشدم. بازدید رفته بودیم روستامون، کراوات زده بودم، پدر بزرگم تا منو دید گفت گوساله دم روبا چی از خودت آویزون کردی؟ دم روبا؟ خیلی دلم واسه پسر سو کلی با اشغال مثلا انرژی رو زده بده مثلا دیدنی اینا، بابای گفته گوساله. یه لحظه گوساله ای رو تصور کن که دم روبا گردنش آویزونه. همین امروز اتفاق افتاد، من امریکا زندگی میکنم، رفتم خرید کنم، بعد به کشیر آن گفتم هپی نیو ایر، آن به خارجی گفته هپی نیو ایر، بعد دیگه کورکو پرشون میریزه. من اصلا اونی کسانیش اطلاعی ندارن. آره. تو آلمان یه اومی سال نوه یه اومی گفت باید مثلا فلان بعضیشون میشناسن، مثل مثلا سال نو چینی ها میدونن اونا یه سال نو خودشون رو دارن، ولی همه نمیشناسن. بیشتر بابا خب چینی ها بیشتر معروف شده، خیلی زیاده، فرهنگشون خیلی از ما بیشتر شناخته شده و پخش شده. اصلا ایران خیلی ممکنه ندونن تو چه زبونی حرف میزنی، کجای دنیاست کشورت. به نظرم دلیل بیشتر اینه که کلا ایران حالا سفیر فرهنگ هرچی هست خیلی خوب کار نکرده. خب کنسولگری میواد مثلا چند جشن بزرگ باحال میگرفت، ایونت میتاش معرفی میکرد، چقدر معلوم بیشتر میده. من یک بار تو آلمان ندیدم همچه خبری باشه، حداقل تو آلمانی که این هم ایرانی هست. بعد ژاپن اینجا روز ژاپن داره میان کلی نشون میدن، خود چینی ها داستان دارن مراسم اینجا نیست، چیزایی که ممنوعه حرام مثلا موزیکا رو نمیذارن چه پخش، بعد زن نمیتونه بخونه، این داستان همش هستش. واسه اینو محدود شده متاسفانه که ما نمیتونیم زیاد. بابا اصلا کشورمون هم بسته است، توریست نمیتونه بره بیاد، از کجا بشناسن اینا. آره شام خونه عمم دعوت بودیم، میخواستم بگم چه مرغ خوشمزه شده عمه، گفتم چه عمه خوشمزه شده.
من رفتم تا حالا برای من پیش اومده؟ خیلی هم نزدیک بودا، یعنی طرف نزدیک بود کسی که فوت کرده بود. رفتادم مراسم خط، اومدم مثلا چی کنم جای اینکه تسلیه بهم گفتم تبریک میگم غم آخرتون باشه. به خود مغزم خاطر بودی موقع؟ نه همین آخرایی بود که از ایران می‌خواستم بیام. من حتی شیرام میگه طرف واسه بگه ان شاءالله غم آخرتون باشه، گفت ان شاءالله نوبت شما باشه. همه نشسته بودن رفتم دستشویی، منم به امید اینکه صدای پنکه بازه و کسی صدا نمیشه با تمام قوا زور زدم و بعد برای شاید بنویسیم مثلا همه اومدن ریاکشنشون چی بود، احتمالاً چیزی گفتن که تو خیلی بعد نصفه مینویسینا. اینجوری بوده که مثلا اون لحظه پنکه خاموش شده. دیدی اتفاقا؟ آره. یا مثلا دیدی میخوای در گوشی مثلا یه جایی هستی پارتی مهمونی صدا بلنده، مثلا میخوای یه چیزی به یه نفر بگی باید داد بزنی که بشنوه. آره من دیروز رفته بودم توالت، بعد یهو همه ساکت میشن. اونم شانس مایه. وقتی که من بچه بودم وقتی تو همین عید دیدنیا بود یه عروسک مامانم برام گرفته بود، بعد عمم نمیدونم چرا کلهشو کند. یعنی این خنده دار نیست ولی خیلی عجیبه و هیچی، کله عروسکم کند و پنبه‌هاش ریخت بیرون و عروسکم دیگه درست نشد. اوه چه پایان دراماتیکی داشتی امروز. بچه‌رو چرا زجر دادی؟ چقدر تو این خاطره عمه ها نقش پررنگی داشتن. یه عمه بابا بود یه عمه خودم. من تو عمه ای؟ این کار رو نمی کنی؟ نه بعضی دیدی عمه شون همسن و سال خودشونه. آه من تو مدرسه یکی به همکلاسیم بود بغلیش داییش بود. با داییش همسن بودن، تازه دایه کوچولوتر از پسره بود. اصلا یه بعضی، اصلا همه پارادوکسای دنیا تو این دو نفر بود. آره تو خودت داری خاطرات چیزی شب عیدی؟ اتفاقا می‌خواستم از تو بپرسم، من چیزی یادم نمیاد این داستان روبوسی اینا زیاد بوده این چیزا، ولی اون چیزی که مثلا خیلی خنده‌دار باشه الان یادم نمیاد. فکر نمی‌کنم اصلا این در این حد مثلا خنده‌دار بوده باشه، مگر نه بوسی اینا که آره هزار بار این اتفاق افتاده. یک دقیقه سکوت می‌کنم به احترام تمام زخم خوردگان، جا خالی دادگان، لب گرفتگان، قربانیان شب عید. بچه یه پایین دراماتیکی تشم امروز، ولی خب بالاخره تموم شد خاطرهی که خونی. مرسی که خاطرات رو نوشتین، خیلی باحال بود. بازم درست میکنم از این سوالا، حتما تو اینستاگرام میذارم اینجا، حتما برین دریابی اینستاگرامو. مرسی از آنیته عزیز که اومد تو ویدیو من، خیلی حال کردیم دورم خندیدیم. مرسی که منو داشتین. اینکه اینستاگرام و یوتیوبش رو حتما میذارم که بچه‌ای که دوست دارن و کسایی که الان ممکنه به چند نفری هم نشناسنش حتما برن فالوش کنن. مرسی آنیته اومدی. حرف آخر دیدی اینا که تو تلویزیونا میگن که سخنی واسه حالا عاشق شدی؟ آره عاشق شدی. آره. خدا شد این نصیحت بکن ما رو بریم دیگه. خیلی موضوع خودتون باش. ندارم چیزی ارائه بدم این نصیحت آویزه گوشتون کنیم واقعا. موضوع خودتون باشه. خدا خدا.